با سلام و درود فراوان به یکی دیگر از برنامه‌های ضیافت نگاه می‌کنید. خانم پروا یکی از خواننده‌های نامی ایران به شهر فرشته آمدن. اون طرف دوربین علیرضا تیموری، یار خوب من، یک فیلمساز خوب، یک عکاس برجسته، داره به من یاری میده. بریم سراغ خانم پروا. میخوام با خانم پروا بریم به دیدار یکی از آهنگسازان خوب ایرانی که اسمشو نمیگم، آهنگسازی که با خیلی از خواننده‌ها کار کرده و اونم در این مهاجرت در یک گوشه داره زندگی میکنه. با ما باشید تا بریم این سورپرایز به شما معرفی کنم. من دلم میخواد تو شاه همه ماهیا باشی، من دلم میخواد که تو صاحب دریاها باشی، اما نه. خیلی هیجان زده هستم اما اینجا بعد از چندین سال برم بیرم دیدنش، خیلی خوشحالم. وقتی میبینمت دلم وا میشه، خنده روی لبم شکوفا میشه. وقتی میبینمت دلم وا میشه، خنده روی لبم شکوفا میشه. وقتی تو نیستی همه چیم گم میشه، وقتی تو هستی همه پیدا میشه. به برنامه ضیافت نگاه میکنید. همونجوری که با تو صحبت کردم بهتون وعده دادم، داریم بیریم به دیدار یک آهنگساز نامی، استاد حسین صمدی. خیلی مشکله که در یک برنامه تلویزیونی ما بتونیم به سوابق درخشان استاد صمدی در کار آهنگسازی، در کار نوازندگی و همکاریش با خواننده‌های بزرگ اشاره بکنیم. نیم قرن یا شاید خیلی بیشتر فعالیت‌های درخشان در زمینه ساز وایلن، در زمینه کار با خواننده‌های مختلف، موسیقیدان‌های نامی، خیلی مشکل هم جور که اشاره کردم در یک برنامه تلویزیون بشه راجبش به تفصیل صحبت کرد. ولی خانم پروا که یکی از خواننده‌های قدیمی هستن و به شهر فرشته اومدن، صحبت کردن، گفتن که بریم به دیدار استاد صمدی و من دیدم که چه هدیه‌ای بالاتر برای بینندگان برنامه ضیافت و بینندگانی که در تمام جای دنیا این فیلم رو میبینن، دیدار با استاد صمدیه. من به استاد صمدی سلام میکنم و میخوام که باشون این مقداری کف و گفتگو داشته. استاد سلام عرض کردم، واسه خوشحالیه که از نزدیک میتونیم شما رو ببینیم. خواهش میکنم. خیلی خوشحال شدم که امروز این برنامه رو پیاده کردی که من با خانم پروا اینجا توی دفتر خودم دیداری داشته باشم. خیلی ممنون آقای صمدی، من خیلی خوشحالم که بعد از چند سال مجدد شما رو زیارت میکنم. من هر وقت میام اینجا میدونید که حال شما رو میپرسم و خانواده، و خیلی خوشحالم که با شما همکاری قدیمی داشتم. من یه خاطره همایون جان باید بگم که من وقتی کلاس پنجم ابتدایی بودم، پنجم ششم، یه آهنگی بود از آقای صمدی، همیشه میخوندم و ایشونو اصلا نمیشناختم و اسم اون اگر خاطر شما باشه خانم پورا رو نخونده بودن، آقای انشاءان روحانی هم با ایشون پیانو زده بودن، آهنگ مال ایشون بود به نام آخرین عشق. شما یادتونه اون آهنگو؟ دارم نمیدانم چرا رفت از میان، رسم وفا در این زمانه، دیگر نمی بینم چرا از شعله مهر و وفا یابد نشانه. بازا که فریاد من بر آسمان می رود، بر گلشن عشق او بیم خزان می رود. تویی تویی که آخرین عشق منی، تویی تویی که شمع هر
انجمنی. حتی خیلی آهنگ قشنگیه، باید با ساز زیبای خود آقای صمدی اینو. من نمیدونستم که یه روزی سعادت اینو دارم که بعد از مثلا من در سن 22 سالگی با آقای صمدی آشنا شدم و خیلی خوشحالم. حدودا فکر میکنم 10-15 تا ما کار با هم داشتیم که شاه ماهیا، وقتی میبینمت، هوای عاشقی. به به چقدر زیبا بود. تو هوای عاشقی با گریه های عاشقی، دونه دونه نامه ها تو دارم از بر میکنم. نمیدونم چرا من حرفاتو باور میکنم. یادتونه هم بسید؟ شعر مالی کی بود خانم؟ شعرش مال آقای بهمنی بود یا حسین منزوی؟ نمیدونم، من فکر کنم مال کریم فکر بود. نه کریم فکر اون چشم آهو بود. بله فکر کنم مال آقای بهمنی بود، محمد علی بهمنی، که یکی از بزرگترین شاعرای معاصر ما هستن. با آقای منزوی یه کار داشتیم به نام نازنین، وقتی با منی تو دنیا با منه. به به. شما اولین ملاقاتتون با استاد صمدی در کجا بود که رفتیم به دیدارشون برای اینکه باشون آشنا شیم؟ من قبلا توی لاله‌زار تئاتر نصر می‌خوندم. با کمپانی فیلیپس قرارداد داشتم. ایشون منو توی برنامه مهمونی دید، گفتش که میخوای خواننده بشی؟ گفتم آره البته. با من یه قراردادی بست کمپانی فیلیپس، آقای یزدی فکر کنم الان هم اینجا آمریکا هستن، با من قرارداد. بعد گفتش که تو حیفه، تو باید بعد از اولین آلبوم من که لالایی قابرکس بود که خیلی پر سر و صدا بود و یه دفعه گل کرد، بعد گفتش که نه تو باید از آهنگای آقای صمدی بخونی. من با شاه ماهی ها و وقتی میبینمت و چند تا ترانه دیگه مثل عشق، مثل جونه، خیلی کارهای قشنگ ما با آقای صمدی داریم، رفتم به رادیو و منو آقای دکتر جهانبانی، دکتر جانبانی منو چیز کردن، استخدام رادیو کردن که دیگه بعد دیگه پر ما خیلی گرفت و هرچی هم داریم از آقای صمدی. وقتی میبینمت دلم وا میشه، خنده روی لبم شکوفا میشه. وقتی میبینمت دلم وا میشه، خنده روی لبم شکوفا میشه. وقتی تو نیستی همه چیم گم میشه، وقتی تو هستی همه پیدا میشه. وقتی تو نیستی همه چیم گم میشه، وقتی تو هستی همه پیدا میشه. چشم تو فانوس دریا میگن، فقط به چشمای تو زیبا میگن. حیفه که تو با این همه قشنگی گوش میکنی هرچی حسودا میگن. من دلم میخواد تو شاه همه ماهیا باشی، من دلم میخواد که تو صاحب دریا ها باشی. اما نه، یادم اومد تو قصه ها نوشته بود اگه یک روز شاه مایا رو از آب بگیرن، همه گه موجاز غم دق میکنن، همه ماهی ها ز قصه میمیرن، همه ماهی ها ز قصه میمیرن.
شما چطور شد که اصلا با موسیقی آشنا شدید؟ از طریق خانواده بود یا علاقه خودتون چطور بود؟ شخص خودم بود که بچگی اصلا علاقه داشتم به این کار. که ما توی باغ بزرگی میشستیم، درختای کاج داشت و درختای کاج میده پوست کلوفتی داره. بله. من پوست اون درختا رو میکندم، ویولون درست میکردم. عجیبه که من اینا رو خیلی قشنگ درست میکردم. میذاشتم تو سیدی، میبردم تو کوچه میفروختم. چه جاله. یه دفعه بچه ها زدن همش افتاد خود شد. خودم خیلی علاقه داشتم. ولی آموزشتون رو با چه کسی شروع کردیم؟ آموزش موسیقی رو به صورت جدی، حرفه‌ای. خیلی چیز داره. جمعان یعنی خیلی سختی ها من کشیدم. پدرم مخالف بود. میگفت این کار رو نکار. منتها نمیذارست که من دوست دارم دیگه. کارش نمیشه که. استادتون کی بودن؟ استادم خیلی بودن، معذرت میخوام. من آقای ولی‌الله البرز بودن، کلاس موسیقی داشتن، تو شاپور زندگی میکردیم. بله. نزدیک خیابون بوزرجویری. اونجا کلاس موسیقی ولی‌الله البرز. با اون آقای البرز هم توی کوچه میشستیم. معلم موسیقی مدرسه هم بود ابتدایی. یکون خیلی به من محبت کرد. که به من گفت بیا دفتر من همون کلاس من یاد بگیر، چون من میخواستم، یعنی پول نداشتم بدم که من. بعد رفتم اونجا، اونجا رو آبجارو میکردم. در ضمن اوقات بیکاری من قبل از که کلاس باز بشه زودتر میرفتم اونجا، سازا رو پاک میکردم. بعد مثلا دیده بودم به شاگرداد درس میده معلمه، منم میرفتم یه چیزایی شد که احتیاج داشتم برداشت کردم، بعد خودم یه میمادم میزدم. یه مدتی هم زدم، تقریبا 12-13 سالم بود که یک بار خود آقای البرز اومد دید چیش کلید که فقط من هستم، صدا ساز میاد. بعد اومد تو گفت حسین چیکار میکنی؟ گفتم آقا دارم سازا رو پاک میکنم. گفت صدای ساز میاد. گفتم خب داشتم تمرینم میکردم. گفت اینا رو که کی یاد گرفتی؟ گفتم دیدم معلم ویولون درس میده. من هم همینجوری نگاه کردم. گفت که من بهت گفته بودم که بیا من میذارم درس غیر معلم که بهت درس بده اینا. گفتم در هر صورت رو باور کنید. یه حقیقت رو بگم خیلی کوچیک، البته نمیدونم والا مردم چی میگن، که من خودم وقتی که یه مدتی زده بودم خوب میزدم، یعنی خارج نمیزدم. میدونم ویولون خارج زدن خیلی بده، گوش خراشه. اوقات بیکاری میرفتم اونجا دیگه میزدم با خیال راحت که کسی به امر و رأی نمیکنه. بعد رفتم کلاس های دیگه، اونجا ها بدانم اونا چجوری هن. هر کلاسی میرفتم میدیدم اون معلمه خودش خوب نمیزنه، خارج مثلا میزنه. خیلی از خواننده های بزرگ دلشون میخواست که با ایشون همکاری بکنن، از جمله خانم پوران، خانم روبخش رو یه بار واسطه کرده بودن که شما بگین آقای صمدی به من آهنگ بدن. شما اینطوری آقای صمدی؟ بله همینجوری. بله. البته من یه چیزی به من گفتش، گفتم که خانم پوران بهترین آهنگساز تو خانواده شما هستن. نه بعد از عباس شاپوری. بله. خدا رحمتش کنه.
گفتش کیه؟ گفتم آقای انوشیروان روحانی. فعالیتتون از رادیو شروع کردین یا از بیرون؟ نه بیرون اصلا به خاطر همینه که در بیرون مثلا آهنگ میساختم. میخوام یادی از خانم شهین کیسر بود، هنرپیشه بود، شیلوای فارسی بازی میکرد. من در بیرون از رو قبل از برم رادیو با اون آشنا بودم، بهش آهنگ داده بودم، چند تا آهنگ داده بودم، تو فیلم خونده بود. بعد شورا گوش کرده بود این آهنگا رو، گفته که اینا رو کی میسازه برات؟ گفته بود که آقای صمدی. گفت میشه دعوتش کنیم رادیو؟ البته اون گفتم که آره، گفتم مسئله نیستش. که دفعه منو دعوت کردن رادیو و خیلی جالب بود که یک آقای دینبلی بود که اونجا مسئول رابطه بین رادیو هنرمندا و برنامه حقوقی رادیو بوده. بعد گفتم که اینجا که بسیاری من نمیشه، ما به شما اطلاع میدیم. خلاصه رو دعوت کردن، رفتیم اینجا میدون ارک بود دیگه. بله. تو اتاق آقای معینیان، منم از همه اونجا کوچکتر بودم. همه آقای تجویدی، آقای ملا، آقای مفتا، آقای همه یاعتی ها بودن، نمیدونم همه هنرمند های برجسته شعرا بودن و آهنگساز ها. بله، شعرا. ولی من رفتم اونجا نشستم و خجالت میکشیدم، هی به من نگاه میکنن. خود ناراحت شدم، گفتم چرا اینا به من نگاه میکنن. بعد دیدم آقای معینیان خندید، بعد گفتش که این کیه ایج اومده؟ آقای معینیان گفت این آقای صمدیه که دعوتش کرده. خندش گرفت. بعد که برنامه خندش رو پرسیدم، گفت ما فکر کردیم آقای صمدی آدم قد بلندی و گنده و توش نمیاد. برای این خندیده بود. کار خوبی بود. یعنی البته میگفت، گفتم بری رادیو. از گفتم رادیو چیه؟ رادیو خود خونه داریم دیگه، میخواد چه کنم. آخه شما چه آهنگی رو از همه بیشتر دوست دارین که ساختین؟ والا نمیتونم بگم که کدومه. اگه شما که خودتون هنرمند خواننده هستین، بهتر میتونین تشخیص بدین که یه آهنگساز. اولا من هرچی آهنگ ساختم روی شعر ساختم. بله. هیچ وقت آهنگ نساختم که کسی آهنگ شعر نگرفتم، یعنی آهنگ ندادم که رو شعر بذارم. چه بذارم؟ اینه که همه آهنگ خواننده ها دوست داشتن من باهاشون کار بکنم. مثلا به هر کی، مثلا به عهدیه این امروز و فردات منو کشته، یعنی به هر کی میدادم یه چیز تاب میدادم. بله. و اون مثلا اون شعر رو داده بود و به یک آهنگساز دیگه تو رادیو خونده بود. بعد به همانی داد به من، گفته چه صمدی دوست دارم اینو تو بسازی. این آدم فلانی خونده نتونسته اون که من میخواست که داد من داد ساختم و خوندم. و بعد من دید، گفت چرا اینو ساخته؟ گفتم چی رو؟ گفت امروز و فردا رو. گفتم تو ساخته بودی؟ گفت آره. گفتم من نمیدارم. من بهمنی به من گفتش پولم احتیاج داشت و بهش دادم. چرا جدول مالکی بود آقای صمدی؟ آقای پدرامز. آقای خانم همیرا خوندن. چیز پدرام صادقی بود فامیلش. بله. پدرام گذاشته بود. خیلی زیبا، خیلی قشنگ. بله ملودی. جناب استاد صمدی، در جواب خانم پروا، وقتی که بگه آهنگسازی میگن که از کدوم کارت خوشت بیاد، نیست که به یه پدری بگن که کدوم بچه‌ت بیشتر دوست داری. در صورتی که اینا مثل همه، مثل بچه‌هاش هم، مثل فرزندانش هم، و نمیتونه هیچ کدوم فرقی بذاره بینشون. شما در طول زندگی هنریتون گروه نوازی هم کردی؟ یعنی ارکستر داشتین؟ آره، تو ارکستر مولمن نبود، ارکستر رادیو. ارکستر کدوم ارکستر رادیو؟ اولین دفعه که رفتم ارکستر شماره 8 بود. بله. بعد عوض شد، کردش ارکستر شماره 3. بله. تو اون تا آخر کارم تو اون همون ارکستر شماره 3 بود. بعد یه ارکستر هم بود مال شما رادیو بود. بله. که فعالیتش زیاد بود. کی میخواست بیاد از بیرون میومد، شهرستان ها میومد، هر جمعه میومدن با این ارکستر میخوندن. برنامه خوب بود. آره، برنامه جمعه. استاد، یه مقدار از این اسمایی که اگه تو حافظتون هست، از یاراتون،
افرادی که در کنارتون بودن تو این استودیو، تو ارکسترا. حالا چون همیشه در اصل حالا خانم پروا اینجا حضور دارن، همیشه در اصل ما خواننده ها رو میدیدیم، اسم خواننده ها بزرگ میشد، ولی من برنامه یه ویژگی داره، همیشه میرم تو این کوچه پس کوچه‌های مثل استودیوهای رادیو تلویزیون یا بدونم که ببینم که این دوستاتون یه مقدار از این نوازنده‌هایی که با تو کار میکردن شاید الان در یه گوشه‌ای باشن، حتما مصاحبه شما رو ببینم. خیلی هاشون که معذرت بخوام مهم الان نیستن، در کنار ما نیستن. مثلا تو یه ارکستر بودید که شما رادیو، بله، آقای عباس شاپوری بود، بله، آقای گلشن راد بود که قرنه میزدن، بله، آقای یاوری هم قرنه میزدن. اما تو یه ارکستر دیگه، بله، ارکستر اولها بودن، هشت ارکستر بود، بله، یکی هم شما رو داد، یکی هم ارکستر جاز بود. اینجا که ببینیم، بله، این عکس ها من 10-12 سال پیش رفتم ایران، بعد از 25 بعد این چند تا اینا که زنده بودن اینجا بودن. خانم دلکش رو ببینم، آقای استاد مسعودی رو ببینم در اینا. اونجا خانم دلکش، خانم آقای مسعودی هستن. بله اونجا کسای دیگه، آقای جواد لشکری هست، بله، جواد هست، میر نقیبی هستن، میر نقیبی هستش که مردش، خدا رحمتش کنه، خانم فرخ بخوام که روان بخشه، بله بله، با اینا که کار کردن، خانم رویاست، متاسفانه خانم پروا عکسش اینجا نیستش، آقای ایرج، ایرجو که بله. ایرج که خیلی کار، بله، کردن، چه خوب، یعنی خیلی کار کردن، 20 آهنگ تقریبا بهش دادن، چه خوب. یکی آهنگاش هم همون من یه پرندم آمال شماست، اون که هست چطوری خانم پروا ملودی؟ آیدم ببزنیم من یه پرندم آرزو دارم تو باغم باشی، من یه پرندم آرزو دارم تو باغم باشی، اگه روشنم، اگه پاییزم، اگه بهارم، تو دوست دارم، 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 تو دوست دارم. اگه روشنم، اگه پاییزم، اگه بهارم، تو دوست دارم، 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 تو دوست دارم. اینم شعرش مال منزویه، خدا رحمتش کنه. آقای منزوی یکی از بهترین غزل سراهای معاصر بودن، کتابش رو شاعر خوبی هم بود، خیلی چند تا رفتن دیگه بچه‌ها اصلا رفتم دیدم اینا رو داغون شدن، اصلا اینقدر ناراحت شدم که میخواستم درم بیام، 4-5 روز موندم، البته خب میومدن دیدنم، نمیدونم چی بگم. شما الان خودتون به عنوان یه آهنگساز با تجربه، یه موسیقیدانی که سالها تجربه پشت اسمتون هست و با افراد شاخصی که کار کردین، اگه واقعا بگن آرزوتون چیه، چه آرزویی دارین در زمینه موسیقی؟
آرزوی که برگرده مملکت خودمون. و خدا رحمت کنه آقای استاد تجویدی میگفتن که ترانه رو باید خانما بخونن. خب شما میدونید که برای خانما امکان پذیر نیستش ارائه موسیقی و اصلا اجرا. و آقای صمدی هم خب 50% 60% از کارشون موله. بله. استاد نواب صفا چی؟ شما چند تا با ایشون؟ با کی؟ استاد نواب صفا. ایشون هم یکی از واقعا پایه های محکم ترانه و بله موسیقی آهنگی. چند تا سه تا داشتین با ایشون؟ چی بود؟ سه تا آهنگ بودش. دو تا دادم رو بخ که خانم فرمان سفارش کرده برای کبوتر بهشتی رو. کبوتر بهشتی هم سفر مکن. بحبه چقدر زیبا بود. ولی الان کاری ندارین استاد شما؟ الان کاری در دست ندارین برای آهنگ سازی؟ چرا دارم. با کی کار میکنین؟ با هیچکی. ولی الان اگر که خواننده البته خانم همیرا ایران هم باش کار میکردم. بله. من تا زمان کوتاهی که اومدم دیگه یعنی باز برم خورده یعنی کسی رو ندیدم اینجا بگیر. ولی الان اگر کسی مایل باشه که کارای شما رو بشنوه، اگه شما از صداشو خوشتون بیاد، شما حاضری آهنگاتون رو در اختیارش بذارید؟ بله حاضرم، منتها صداشو بپسند. بله دیگه. بله آقای صمدی از اونا بودن که باید حتما خواننده رو تایید میکردن. بله. من خیلی خوشحال شدم. من همونجوری که اول گفتگومون یعنی آغاز سخن با این بود که چطور ممکنه که 50-60 سال فعالیت‌های ارزنده شما رو ما بتونیم در کلمات جا بدیم و توی برنامه تلویزیونی، اینقدر احتیاج داریم که توی استودیو باشیم و با افراد مختلف صحبت کنیم.
که دارم آرزوی سلامتیتونه و بتونیم باز روی صحنه شما رو ببینیم. شما به عنوان یه مستر هستین که میتونید تجربیاتون رو در اختیار نسل جوانتر بذارین. ناگفته نماند که در ایران در این سالها تحولات بی شماری شده در زمین موسیقی. بچه‌هایی که در ایران هستن فوق‌العاده بچه‌های با استعدادی هستن و کارهای درخشانی کردن که ما نباید از کنار این ساده بگذریم. و من فکر میکنم نسل شما، نسل خانم پروا، اینها لازم و ملزوم هستن و میتونن تکمیل کننده کلمه موسیقی باشن. و امیدوارم این بار با همکاری علیرضا تیموری که در اون طرف دوربین هست و لطف کرد به ما و امروز داره این کار را انجام میده به عنوان فیلم بردار کارگردان، و یه علیه دیگه هم داریم که اونم یار شما هست، اونم اون طرف برای نعیمیان هست که همیشه سنگ صبور شهر من، هر جایی که کاری بوده و هر موقعی که احتیاج داشتن موسیقی دانا، علی حاضر بوده و اونجا یاری داده به ما. من اسمشو میذارم علی سنگ صبور، فامیل سنگ صبوره. و از اونام تشکر میکنم. امیدوارم که این بار با دوربین بیایم برای تجلیل از شما روی صحنه و یه ارکستری باشه که شما بیایم بابا کار. دقیقاً وقتی که رومن رولا میگه هر جا که سخن باز میماند موسیقی آغاز میگردد، ما دنبال ملودی های جاویدانه شما کارهای ارزندگی کردیم. گرد فلک پیر شد، خون به رگ زال زمان شیر شد، برده بی چارز جان سیر شد. کند باد بود یا که فرستند اش از یاد بود، یا دگری بر دگری داد بود، سیب شدن در ره و سیاد بود، یا دگری بر دگری داد بود، سید شدن در ره و سیاد بود. نام رسان نامه من دیر شد، کودک گلگرد فلک پیر شد. میریم و دیدار شما در کنار خانم پروا برای ما خیلی خیلی مسرت بخش بود. من میگم که خانم پروا شما این پیامی داریم بدین که بریم خدافیسی کنیم بریم. من برای شما فقط آرزوی سلامتی دارم، امیدوارم که یه روز در تهران هممون دور هم جمع بشیم و بریم همون استودیو شماره 8 یکی از کارهای شما رو من بخونم. در پایان بخش یکی دیگر از برنامه‌های ضیافت براتون روزهای آفتابی، شب‌های پرستاره و یه سبد پر از عشق آرزو می‌کنم. روز روزگار و شما خوش. خدا نگهدار.